دوستان عزیز، همینطور که میبینید گندم ها خیس شده برای مدت 24 ساعت. دیشب من اینها رو خیس کردم و الان آبشون رو عوض میکنم. اگر دقت کنید میبینید سایز گندم ها درست شده و گندم ها یه مقداری باد کرده. این یعنی که گندم های ما خیلی خوب خیس خورده. گندم رو باید حتما بعد 24 ساعت بشورش. چرا ما گندم رو میشوریم؟ به دلیل اینکه وقتی گندم به صورت راکت در آب برای مدت 24 ساعت میمونه، میتونه آب دچار مشکل بشه و آلوده بشه و گندم ترش بشه و خراب بشه. به خاطر اینکه جلوگیری کنیم از این عمل، گندم رو میشوریم تا مبادا ایجاد ترشیدی بشه. خب من اینجا یه دونه سینی دارم که به شکل سبد هست. دستمال رو هم که شستم، خیس کردم، آبش رو گرفتم، پم میکنم روی سینی، روی سبد و در نهایت گندم رو در سینی میریزم. گندم رو ریختیم لای پارچه، با دست خیلی آروم و سطح باز میکنیم. بهتره این پارچه رو داخل یه سبد قرار بدید تا آب زیر پارچه نمونه و باعث گندیده شدن گندم بشه. وقتی به این صورت انجام شد، روی پارچه رو کشیم به این صورت. حالا دستمال دیگه رو که روی سینی پهن کردم رو ببینید، به این صورت آب میگیرم روش، به این صورت. از این ور آب اضافی گندم خارج میشه و من نگران نیستم که گندم بترشه. بهتره که از سبد استفاده کنید، ولی اگر عزیزانی که سبد ندارن و میخوان تو بشقاب این کارو بکنن، بهتره که هر چند ساعت که گندم رو آب میدن، آب اضافی داخل بشقاب رو خارج کنن که باعث ترشیدگی نشه. حالا من این گندم رو که اینطوری لای پارچه گذاشتم، میذارم یک جا بمونه و تا جوانه بزنه. بقیه کار رو هم خدمتتون نشون. خب دوستان عزیز، امروز دومین روزی هستش که من گندم رو خیس کردم و الان میخوام گندم رو ببینم تو چه وضعیتیه. الان من زوم کنم دوربین رو روی گندم، شما خواهید دید گندم شروع کرده در عرض 24 ساعت که در آب خیس بود، اینم 24 ساعت میشه 48 ساعت. ببینید در عرض 48 ساعت گندم ها چقدر خوب جوانه زدن. الان میخوام گندم رو از داخل پارچه توی سبد بریزم و بشورمش خیلی آروم. چرا این کارو میکنم؟ چون میخوام از این سمنو درست کنم. من نمیخوام گندم های من بوی بدی رو داشته باشه. مراقب باشید جوانه های گندم رو نشکنی. میام چیکار میکنم؟ این دستمالی که گندم رو توش خیس کرده بودم تمیز میشورم، به خاطر اینکه مبادا بوی ترشیدگی و بوی نامطلوبی در عرض 24 ساعت به پارچه سرایت کرده باشه. سینی هم که گندم رو در اون داشتم میشورم تمیز. ببینید کسایی که عزیزانی که میخوان سمنو درست کنن، باید گندم رو خیلی مراقبت بکنید، چون سریعا میتونه باکتری بگیره و بترشه. خب الان من دستمال رو شستم و سینی رو هم شستم. حالا چیکار میکنم؟ این رو پهن میکنم اینجا. الان گندم ها رو میخوام بشورم. این گندم ها رو من باید با آبی بشورم که نه سرد باشه که گندم ها شاک بگیرن، نه داغ باشه که گندم ها بسوزن. باید آب مثل آبی باشه که شما یه لیوان آب خنک رو تو لیوان ریختید گذاشتید روی میز آشپزخونه، با هوای محیط برابر شده. آب باید تا اون حد باشه. خیلی راحت گندم رو یه مقدار زیر و رو میکنید و آب رو کاملا روی گندم ها میگیرید تا گندم ها به خوبی شسته بشه. گندم ها شسته شد. الان من دستمال رو که در سینی پهن کردم اینجا میذارم و گندم ها رو اینطوری میریزم لای همون دستمالی که بود. خیلی آروم با گندم ها باید کار بشه، چون جوانه اینها میشکنه. به همین صورت اول گندم رو پهن میکنید آروم با دستتون، خیلی خوب صاف. به این صورت ببینید حجم گندم دو سه برابر شده تقریبا. بعد روی گندم رو خیلی آروم با دستمال میپوشونید، میکشید به این صورت. یه دستمالی هم روی گندم کشیده بودم، اونم میشورم. در نهایت ببینید به این صورت، به این صورت روی گندم رو میپوشونم. الان دیگه احتیاجی نیست به این آب بدم من، چون کاملا مرطوب شده، دستمال خیسه، آب تازه روش رفته و اجازه میدم تا فردا صبح بمونه. خب عزیزان، همونطور که مشاهده میکنید گندم رو من الان چند روزه، الان 3 روزه که گندم رو خیس کردم، شستم، لای دستمال گذاشتم که خودتون مراحلش رو دیدید. گندم به این صورت الان جوونه زده.
تازه شروع کرده بعضی جاها به این صورت شروع کرده یک جوانه نقره‌ای نزدیک به رنگ سبز رو شروع کرده که بزنه. حتما یه صافی داشته باشید، نمیخواد زیاد از هم جداش کنید به دلیل اینکه میره توی مخلوط کن و میخواد مخلوط بشه. نیازی نیست که زیاد شما این کار، فقط آب بگیرید روش که کاملا تمیز بشه. البته این دو سه روزه که در لای دستمال بوده من هر روز شستمشو، چون نباید لیچ بشه، نباید بوی بد بده، بوی خیلی خوبی میده، مثل پوست هندوانه. پوست هندوانه دیدید چه بوی دلنشینی داره؟ گندم هم به همون صورته. جوانه گندم باید یه همچین رایحه‌ای رو داشته باشه. اگر ترش بود، اگر بوی بد داد، یعنی که گندم شما خراب شده، یا اگر یه مقدار حالت چسبنده داشت، یعنی گندم شما خراب شده، اون رو اصلا استفاده نکنید. گندم که خیلی خوب سبز شده باشه یه مقدار شبیه به بوی پوست هندوانه خواهد، بوی شیرین و مطلوبی داره. خب ما گندم ها رو اینطوری میشوریم، نیازی نیست که بازشون کنید، همینطوری کفایت میکنه، چون اینا میره توی مخلوط کن و باید مخلوط بشه. میذارمش یه مقدار آبش بره، در حدود 5 دقیقه کفایت میکنه، بعد بقیه کار رو با هم خواهیم دید.